این فیلم یکی از تاثیرگذارترین فیلم‌های امسالی که یه افکت موندگار رو تون می‌ذاره. تکه های یکسن یا پیسز آف دی وومن. داستان فیلم در مورد یه زوجیه که با یه فقدانی مواجه میشن. این فقدان زندگیشون رو دگرگون میکنه. برای اینکه تجربتون خراب نشه به همین توضیح من بسنده کنید و تریلر فیلم رو نبینید. من بدون هیچ ایده‌ای وارد این فیلم شدم و تجربه خیلی شدیدی داشتم. ونسا کربی و شایا لابوف نقش اصلی رو بازی میکنن. ونسا کربی برای گلدن گلوب نامزد شده ولی فین و شایا لابوف برای بهترین بازیگر مرد نامزد نشدن. متوجهم که نمیخوان هیچ میکروفونی دست شایا لابوف بدن به خاطر داستانایی که داره، ولی ترایل آف شیکاگو 7 واسه فیلم نامزد شده و این نشده. کامون ریویو ترایل آف شیکاگو 7 رو ببینید. بنظرم حتی یکم باهاش مهربون بودم، ولی در هر صورت چیزی که میدونم اینه که اصلا در حد این فیلم کاری باهام نکرد. این فیلم سکانس 30 دقیقه‌ای وان تیک داره، همون اوایل این فیلم، که یکی از شدیدترین سکانسایی بود که دیده بودم. ضربان گرفته بودم، خیلی شدید و قوی سکانسه. یکی از دلایلی که این سکانس رو تاثیر گذاشت خام بودن و میزان خرابی بود که تو نیم ساعت اول به بار آورد. واقعا متاثر شدم. امسال سال قوی برای زنها تو سینماست، هم لحاظ کارگردانی هم بازیگری. مثلا سالی که جنیفر لارنس اسکار گرفت، جسیکا چستین هم برای زیرو دارک 30 نامزد بود، که اصلا نقش اسکاری نیست، یعنی صرف آدم کم داشتن اضافهش کردن به لیست. اما امسال رقابت برای بهترین بازیگر زن شدید، یعنی هر سال که قبل بهترین فیلم بهترین بازیگر مرد رو میگفتن، امسال احتمالاً قبل بهترین فیلم بهترین بازیگر زن رو بگن. خلاصه ونسا کربی اینجا حرف نداره، یه بازی خوب و یادماندنی که تونست حرف کارگردان و فیلمنامه رو به خوبی بهم برسونه. من فکر کنم ونسا کربی امسال شانس اول اسکاره. شایا لابوف هم مثل همیشه دیدنش جذاب، انتظار داره یه کار شایا لابوفی کنه که تو هیچ بازیگر دیگه ای نمیبینی و اینجا هم همونطوریه. آلن برستین هم تو فیلم هست، ایشون هم فیلم ریکوین فور دریم آرونوفسکی میشناسید. البته برای فیلم آلیس دیگه اینجا زندگی نمیکنه، اسکورسیزی هم اسکار گرفته. ایشون 88 سالشه و واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم چنین بازی ازش دیدم. ونسا کربی و شایا لابوف تو اوج دوران هنریشون هستن، ولی وقتی تو 88 سالگی هنوز ازت هنر میریزه، یه لول جدید از لژندری رو با میکنی. کارگردان فیلم مجارستانیه و این اولین فیلم بزرگش با سوپر استارهای هالیوودیه. سینماتوگرافی فیلم جدیده و سبک داره. دوربین معمولا خیلی به کاراکترها نزدیکه و خیلی خیلی خوب جو، محیط و حس رو بنا میکنه و به جریان میندازه. برای همین تمام نوتای حسی که میخواد میرسه. من کاملا درگیر زندگی این زوج نگونبخش شده بودم. اکثر سکانس‌های فیلم بعد اون نیم ساعت اول مایه اندوه و دلشکستگیه. یعنی بعد اون نیم ساعت اول من اسپی کردم این زوج مردن، من دارم جسدشون رو میبینم. تون فیلم تقریبا تماما پایینه، با قطراتی از امید و مثبتی که اواخر فیلم میده، ولی اصلا منو بالا نیاورد اون مثبتی که آخر فیلم داده بود، چون انقدر فیلم منو پایین برده بود که یکم اومد بالا هنوز تا خرخره تو غم بودم. تو جای مختلف فیلم یکم آروم میشه، حوصله سربر میشه، ولی نه اونقدر که بخوام به عنوان یه مشکل اساسی بشمارمش. فیلم هیچ وقت اونقدر کند نمیشه که منو حس و دنیاش در بیاره. آقا بینی سفتی که برادران سفتی کارگردان آنکات جیمز تو این فیلم نقش شوهر خواهر ونسا رو داره که جالب بود دیدنه. یکم دلم برای کاراکتر شایا لابوف سوخت، احساس کردم خیلی بهش ظلم شد، یه جوری باش رفتار میکردن انگار هیچ کار است. واسه همین اندینگ و آخر فیلم بهم حس خوبی نداد، چون اول این فیلم رابطه این زوج خیلی خیلی خوب و قشنگ بود و اتفاقی که میفته بیشتر رابطه اینا رو نابود میکنه. این بهترین بازی بود که من تا امروز از شایا لابوف دیده بودم. حالا این شخص نامزد نمیشه برای اواردهای مختلف به خاطر شخص این آدمه و مسائلی که پیش اومده. میتونید سرچ کنید چیا شده الان، ولی بازی شایا لابوف اینجا از هنری ترین لحظات سینما امسال بود، چه اسکار اهمیت بده چه نده. هشدارم به کسی که میخواد این فیلمو ببینه اینه که این فیلم تاثیر شدیدی توتون میذاره، انرژیتون رو نامیزون میکنه و یه نوع تشویش و استرابی توتون میاره که شاید نخواید. پس این هشدار من در مورد این فیلم بود، مثلا اگه تو سنی هستید که با مسئله بچه دار شدن درگیری، تو همچین رابطه ای هستید یا یه همچین تجربه ای داشتی، تاثیرش بیشتر هم میشه. تکه های یکسن یا پیسز آف دی وومن یه فیلم با بازی های فوق العاده، سینماتوگرافی خوب و به نظر من بهترین سکانس زایش تو تاریخ سینماست. امتیاز من به این فیلم 9 از 10. چون من خودم یکم دگرگون شدم بعد دیدن این فیلم، دوست دارم تجربیات شما و اینکه چه حس و حالی داشتید بعد دیدن این فیلم من بدونم برام کامنت کنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومده منو به دوستاتون معرفی کنید، چنل سابسکرایب کنید، زنگو بزنید تا ویدیوهای آینده‌ام با خبر بشید. تا بعد، فعلا.